اعتقاد دارم تشبه به بلوجین بود. زمانی که دو سال پیش کفشه پاشنه بلندی تو این مملکت ساری و جارش شایع شد، من سریع ترسیدم. دو سال پیش ببخشید، این عکسا برای ما رسید، ما کار داریم میکنیم، فکر کنم ما رصد میکنیم. این بحثی که ما میایم سخنرانی میکنیم شاید مطلبش که جمع شده 3 سال پیش. خب من شدیداً احساس خطر کردم. تا یه روزی ما تو دانشگاه داشتیم میرفتیم کله پایین، ما که شما اینجوری نگاه نمیکنیم که ما سرم پایینه، فقط کفشای خانم ها رو میبینیم. بعد یه نگاه کردم او این چی چیه این کفش، یه لحظه یاد این افتادم، این هشدار، زنگ هشدار بود. بعد دیدم به به بازار کلا گرفته، اینجوری یه قداش مثلا تو دیروز مثلا 1.60 بوده یهو میشه 1.75. خب اینا چی میشه یهو اینا قد میکشن نه از پاهاشونه. خب بعد ما گفتیم خدا، این که بلافاصله بعد از این در فشن تی وی ها وقتی اینجوری شد شکل نوک کفشم آروم آروم تغییر کرد. این دقیقاً شد. آقا سوم جن نه، من حرفام پس میرم، سوم الاغ که هست، سوم دیگه مال الاغ یا گاوه یا چیه، چیا سوم دارن، هیچ بریم بررسی کنیم تریزشو بکشیم ببینیم چیا سوم دارن. الاغ سوم داره، بز سوم داره، گاو سوم داره، در جن جن هم میگن سوم داره. این چهار تا به لحاظ چهار پایان به نمایندگی همشون باید جن، چیز دیگه که نمونده که سوم داشته باشه. تا یکی این دوتاست خوبه. حالا ما میگیم جن داریم لطف میکنیم، الاغ خوبه و الاغو میگیم از اومد کلا جن رو فراموش کنیم، تشبه به الاغ میخواد صورت بگیره. اینا رو بعدن کات مات نکنی ها، الاغه باید باشه قشنگ. خدمت شما عرض بکنم که آره آقا شروع کردن کفش زدن، کفشایی که این شکل بود به یک بار نوکش حالت خاص پیدا کرد. ببینید یعنی دقیقاً اومد این، اولاً بابای کمر رو در میاره، این به کنار به لحاظ چیزش همش. همون شلوارلی هم من خدمتشون عرض بکنم، ببخشید خانم ها هستن تو جلسه، هم باید بگیم در مردان تولید اسپرم در بیضه ها در دمای 3-4 درجه پایین‌تر از دمای بدن صورت میگیره. به خاطر همین خداوند متعال آفرینش ما جوری است که بیضه ها خارج از بدنه. دقیقاً هم مثلا ما تو اسلام داریم که میگه شما وقتی دستشوی میرید با آب گرم خودتون رو نشورید، یعنی بحث کاملا علمی است. این که عرب ها بحث عقیم شدن درشون خیلی کمه به خاطر اینکه لباس‌های راحت و ساده دارن. اگر بیضه ها داخل بدن قرار بگیری که یک بیماری است بهش میگن نهان بیضه، اگر قرار بگیری این افراد عقیم میشن، چون دمای بدن گفتیم دمای تولید اسپرم باید 3-4 درجه پایین باشه. شلوارهای تنگ با جین و غیر جینش کار ندارم، چون بیضه ها رو میتونه به بدن نزدیک بکنه، هم دما بشن، تولید احتمال عقیم شدن اینا بالا میره. آی کیو اومده میگه چرا اروپایی ها عقیم نمیشن. آی کیو اولا فیلماشون رو نشون بده ببینم چند تا شلوارلی میبینی تو فیلمای اونا، همینا نمیفهمی، یعنی اندازه همون بحثی که الان داشتیم که در مورد کیوان اندازه همون هم تو نمیفهمی. خب برو یه نگاه بکن، خدا وکیلی نگاه کن، هر چی آدم متشخصشونه شلوار پارچه‌ای تنشونه، هر چی آدم متشخص دارن دقت بکنید او از من و تو آگاه‌تره که این آز. اصلا این سختیش بابا شلوارلی برای زمستون خوبه، واقعا گرم میکنه بدنو، اما تو تابستون پدر بچه رو در میاره. خب خدمت شما عرض کنم با این تفاوت اون بحث اینم داشت. چرا من این همه سخنرانی کردم رو این یکی اینجوری مانور دادن اینا؟ دکتر کپی 6 بار تا حالا اینو پخش کرده، 6 بار. خب برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی این قشنگ میدونست که اگر این پخش بشه خیلیا سری اومد زد. آقا اینا آروم آروم اومد رفت به سمتی که شکلای عجیب غریب گرفت، مثل این پاشنه هست شد. نگاه کن عزیزم، تو قبلی پاشنه بود، الان پاشنه هم نیست دیگه، این خود سوم الاغه. خب بعد نوکش قاچ پیدا کرد، این سوم نیست، من نمیدونم چیه. این همشهری جوان اومد یه مطلب در مورد ما زد. خب اینا آی کیو بخش دانستنیشن که 3-4 خط نمیدونه، آره بیلوگین، یعنی اینه از نخود اگه تو کلت کار مینداختی میفهمیدی، بیا بپرس تا بهت بگم. ما جایی نمیخوابیم که زیرمون آب بره، از تو بهتر میدونی که 100 تا رسانه صهیونیستی دارن من رصدم میکنن، این از تو بیشتر میفهمم، میمونی تا بهت بگم عزیزم. سم شروع شد. بعد وقتی اینا من جوابیه دادم شروع کردن کم آوردن، گفتن نه اینجور چیزا وارد ایران نمیشه، الان برید بازار تهران بگید کفش پاشنه بوزی میخوام، قشنگ بهت میده. بعد ببینید چی شد، نگاه کن عزیز من، شرکت نایک سم تولید میکرد، هم برای آقایون هم برای خانم ها، یعنی با پاشنه بی پاشنه. نگاه کنید این چیه، این سم نیست، من نمیدونم چیه، شاید اسم دیگه داره، این چیه؟ شما قشنگ خاکستریش هم کرده خود پای الاغه. نگاه کن نوکش قشنگ قوسی هم داده، پنجه اینجوری میشه. نگاه برید بررسی کنید پای الاغ رو، بررسی کنید ببینید آقا.
نگاه کنید کفشه که اینا تو فشن ها استفاده میکردن، برای فشن ها تو فشنیزم استفاده میکردن، دیگه اینا جنگولک بازی. آقا ایرانی ها از اینا این کارو نمیکنن. این چرت و پرتا نگید، اینا عقلشون به چششونه، هر چی بیاد پاشون میکنن. هستن نیستن آقا، ما تو ایران نداریم.